أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجا. والصلاة والسلام على رسوله محمد. المؤيد بالقرآن والمرسل إلى الإنس والجان. اللهم اجعلنا بهم متمسكين وبولايتهم من الفائزين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله. خداوند علی علا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم، خودم که از همه بیشتر نیازمندم. همه عزیزان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. یکی از برکات تقوا داشتن و دست رسی پیدا کردن و قدرت تشخیص حق از باطل است. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. خداوند می فرماید مؤمنین، اگر تقوا را پاس بدارین و با تقوا باشین، به تعبیر امیر بیان تقوا رو حفظ کنین، الا فسونوها و تسونو بها، با تقوا خودتان را حفظ کنین. یکی از آثار تقوا تشخیص حق از باطل است و این نیروی بسیار ارزشمندی است و سرمایه بسیار اساسی است در زندگی ما انسان‌ها که در تشخیص حق از باطل نیاز داریم. امید است هممان به این سفارش خداوند، انبیا و اولیای الهی در همه لحظات عمرمان توجه داشته باشیم. خطبه اول بحث قرآنی را در محضر شما مهمانان حضرت حق تقدیم میکنم. با توجه به نیاز جامعه، موضوع بحثمان در این هفته که آغاز است در ارتباط با علم و عقل است، تفاوت‌های عالم و عاقل و جایگاه عقل و خرد و تفکر و تفقه و تدبر از منظر قرآن و روایات معصومین علیهم صلوات الله اجمعین. در خطبه دوم هم مناسبتی را که داریم، ایام حضور اهل بیت امام حسین علیه السلام در کوفه، حوادثی که در کشورمان جریان داره، از موضوعات است که به اینها میپردازیم. نکاتی را که باید برای آرامش و ثبات جامعه و مردم با اونها بپردازیم، از موضوعات است که در خطبه دوم خواهم گفت. اما بحث خطبه اول، اسلام مهمترین تکیهگاهش، بنیادی ترین چیزی را که برای هدایت انسانها مطرح کرده، هم در عقیده و هم در اخلاق و هم در عمل، عقل است. هیچ مکتبی به اندازه اسلام به عقل و فکر و اندیشه توجه نکرده. در همه عرصه های زندگی
بشر، انسان و پیروان خودش را به ارزش گذاشتن و بها دادن به عقل دستور داده. و عاشروهن بالمعروف، با همسرانتان، با زنان به شکل شناخته شده برخورد کنین، زندگی کنین. واژه‌هایی که این موضوع را در قرآن به ما معرفی می‌کند فراوان است. 779 بار در قرآن عظیم الشان از علم و کلماتی که این معنا را منتقل می‌کند یاد شده و 49 بار از واژه و کلمه عقل و همخانواده اش، 20 بار فقه و تفقه و فهم را مطرح کرده، 18 بار خود کلمه تفکر و فکر کردن و اندیشیدن، 274 بار ذکر، یادآوری و تذکر را مطرح کرده، 4 بار تدبر، 16 مرتبه لب. اینا را از این باب عرض کردم که از نظر اسلام عقل جایگاه بسیار بالایی را در سعادت انسان و در رسیدن به هدف دارد. تمام بایدها و نبایدها، اوامر و نواهی که در اسلام است، در عالم حقیقت و در عالم معنا بر اساس خرد و عقل در نظر گرفته شده. اساسی ترین باور اسلام باور به بهشت و جهنم است. خداوند در سوره مبارکه ملک که در بین همه سوره های قرآن در ثواب قرائتش بی نظیر است، تبارک الذی بیده الملک، در سوره مبارکه ملک آیه 10 و 11، این هنر قرآن است، این ظرافت قرآن است، به این شکل قضایا را بسیار روشن و همه جانبه مطرح می کند. می فرماید روز قیامت از کسانی که گرفتار عذاب جهنم شدن سوال میشه، چرا شما جهنم رفتین؟ اونها در پاسخ میگوین دلیل جهنمی شدن ما اینهاست: یک، نشنیدیم. خود شنیدن حق یکی از اسباب رسیدن به سعادت است. نکته مهمتر، اگر شنیدیم فکر نکردیم. و قالو، اول آیه را حتما عزیزان به ذهن دارن، سوال میشه ما سلککم فی سقر، چرا شما جهنمی شدیم؟ چی چیز باعث شد شما سرنوشتتان بکشانه به سقر، منجر شود به سقر، یکی از آدرس های جهنم؟ و قالو لو کننا نسمع او نعقل، اگر ما می شنیدیم و تفکر می کردیم و اندیشه می کردیم، ما کننا فی اصحاب السعیر، امروز ما در میان دوزخیان نبودیم. ما کننا فی اصحاب السعیر، فاعترفوا بذنبهم، اینها به گناهشان اعتراف کردن، فسحقا لاصحاب السعیر، مرگ بر انسانهایی که گرفتار جهنمن. این نفرین خداست. میبینیم که مسئله عقل و اندیشه در قرآن از این عظمت و از این ژرفا و ارزش و بها برخوردار است. خیلی وارد این مباحث نمیشیم. شرایط را که در دنیاست و شرایط را که در کشورمان داریم میبینیم، تحمل میکنیم، گرفتار هستیم، ایجاب میکنه جامعه اسلامی به این مسائل به عنوان یک راهبرد
بی نظیر و بی بدیل توجه بکنه. یکی از مشکلات مردم این است که فرق بین عالم و عاقل را نمی دانن. خیلی وقتا در حرکت‌های اجتماعی گرفتار شبهه می شوند، دنبال جمعی حرکت می کنند به اعتماد این که اینها چیزهایی را بلدن، محفوظات دارن، اطلاعات دارن. درسته، اما هر انسانی که یک محفوظات داشت، یک اطلاعات داشت، یک نوشته هایی را مطرح کرد، نمیشه جامعه دنبال اینا حرکت بکنه. باید فرق بین اون کسی که توان رهبری یک جامعه را دارد و اونی که بنام و بنام دین و شریعت و اسلام مردم را در بیراه ها می کشاند، به دقت باید این فرق را پیدا کنیم. در نصوص اسلامی، در روایات ما، کلمه عاقل و عالم دو کاربرد دارد، مخصوصا کلمه علم عرض می کنم. یک کاربرد علم و عالم یعنی همون حقیقت علم، به تعبیر روایات العلم و نور، همون جوهر علم که یک انسانی به اون جوهر و حقیقت میرسد. یک کاربرد که در اینجا عرض شد، معمولا این کاربرد یک تلازم داره با عقل، یعنی اگر کسی به حقیقت علم برسد طبعا به حقیقت عقلم رسیده. اگر اون نور واقعی که قرآن می‌فرماید یسعا نورهم بین ایدیهم، نور اینها جلو جلو اینها را راهنمایی می‌کند، اگر به چنین علمی برسد مشکلی ندارد، این انسان عالم عاقلم هست. امیر المؤمنین، قرآن ناطق، امام سفیدرویان علیه افضل صلوات المسلین در یک فراز فرمودن: خرد و دانش، العقل و العلم، مقرونان فی قرنین، در کنار هم هستند، در یک تناب بسته شدند، لا یفترقان ولا یتباینان، اینها از همدیگه جدا نمیشوند، اینها در مقابل همدیگه قرار نمیگیرن. این یک کار برده است. اونی که خدا میفرماید تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون، اشاره به همین کاربرد دارد. اما خیلی جاها ما شاهدیم خیلی افراد از علمی بهره دارن و در واقع سرمایه دارن که در مقابل عقل قرار داره. اینجا باید جامعه اسلامی بداند از کدام مسیر حرکت کند. خیلی ها فقط قشر از علم دارن، پوسته از علم دارن، ظاهر از علم دارن. خیلی از تکنولوژی های پیشرفته دنیا علم است، اما در کنارش عقل نیست، خرد نیست. خیلی از سیاست ها، خیلی از تجارت ها، خیلی از صنایعی که امروز باعث اسارت جامعه بشری شده، اینها علم است اما از عقل بی بهره هستند. خطر علم بدون عقل جامعه بشری را در طول تاریخ تهدید کرده و هرچه صنعت و تکنولوژی پیشرفت می کند این خطر جدیتر می شود و متاسفانه این خطر در مراکز اسلامی، در مراکز دینی، در مراکز آموزشی هم با برنامه پیچیده دنیای کفر و شرک
را پیدا کرده، بر جامعه اسلامی است که دقت داشته باشد. امیر المؤمنین فرمودن العقل لم یجن علی صاحبه قط. همین جمله را عرض کنم، این بحث بنیادی و اساسی را برای شنیدن و گفتگو و دیالوگ برای هفته های بعد و جلسات بعد بمانم. آقا فرمودن خرد عقل هرگز بر صاحبش جنایت نمی کند. شما اگر یک انسان اندیشمند روشن بیدار خدا محور را پیدا کنین، در هیچ عرصه‌ای به شما خیانت نمی کند، نه حرکت خلاف منافع عامه دارد، نه طرحی نه پلانی، هیچ چیزی او را اجازه نمی دهد که در گفتگویش، در گوییشش و در تعاملش آسیبی بر جامعه برسد. چرا؟ چون امیر بیان قرآن ناطق فرمودن خرد هرگز بر صاحبش جنایت نمی کند. والعلم من غیر عقل، اما دانش بدون خرد، والعلم من غیر عقل، دانشی که در مسیر خرد نیست، یجنی علی صاحبه، اونهایی که فتوای قتل آقا امام حسین دادن، اینها به ظاهر عالم بودن. کلون یتقربون بدمه الی الله، امروز ایجاب میکند جامعه اسلامی در فرایند بزرگ حرکت اجتماعی حمایت و تعامل که با دنیای بیرون و خودشان دارن، مخصوصا از آدرس قرآن، از آدرس دین، از آدرس شریعت، به این مقوله توجه جدی داشته باشن. فرق بین عالم عاقل و عالم قشری و ظاهری را بفهمند. من زاد علمه علی عقله، کسی که علمش بر عقلش فزونی پیدا کند، فقط باری بر داده او زیاد شده است. اونی که مشکل جامعه را حل می کند عقل و علم است، مخصوصا خرد. امید است ما زندگی، گفتگو، تعامل، روابطمان را بر اساس سیاست قرآن، محوریت قرآن، بیان قرآن تنظیم کنیم. همون بیانی که میتواند دشمنی ها را تبدیل به دوستی کند، فاصله ها و دوری ها را تبدیل به نزدیکی کند. حتی مشرک، پیام قرآن این است: و این احد من المشرکین استجارک، اگر یک انسان مشرک غیر معتقد به خدا از جامعه اسلامی طلب کرد و درخواست کرد که مرا پناه بده، فاجر، او را پناه بده. قرآن و محتوای قرآن و حقیقت اسلام را به او بفهمان، ثم ابلغ و مأمنه، بعد از آن که او را آگاه کردی، اسلام را به او معرفی کردی، به سلامت او را به منطقه و زادگاه و محل سکونتش برسان. چرا؟ چون فکر او روشن شده، عقل او روشن شده، خرد او بارور شده. امروز بخش عظیمی از نابسامانی های جامعه اسلامی در همین فرایند است، در همین بیدقتی هاست و در همین بیتوجهی هاست. خدایا ما را با خرد و قرآن و صاحبان خرد صائب و استوار بیش از پیش آشنا بگردان. آمین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردم سفارش می کنم. نماز جمعه در روایات به حج فقرا معرفی شده، نمازی که در فقه من داریم وقت برای شرکت در این مراسم عظیم بیدارگر منصه عزت و اقتدار و انسجام اسلامی شرکت میکنین، در مسیر را معطل نشوین، بسیار سبک و کوتاه احوال همدیگر رو بپرسین تا به موقع در این مراسم حضور پیدا کنین. دلیل این همه اهمیت به خاطر جایگاه خطیر این مراسم مهم و بیدارگر است. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. ذکر خدا معرفی شده، لذا در این نماز باید نکات مهم و اساسی در اختیار و در اطلاع جامعه اسلامی و نمازگزاران برسد. یکی از این نگرانی ها خروج بی سابقه و در واقع بی پیشینه مردم از کشور، مخصوصا نخبگان است. شما شاهدین که طی این 10 روز 11 روز تعداد زیادی از مردم ما از میدان هوایی کابل به کمک خارجی ها و اسناد و مدارکی که داشتن از کشور بیرون شدن، قریب به 80,000 نفر. اولا عرض کنم نه الان، از روزهای قبل از حاکمیت و حضور امارت اسلامی این طرح را که خارجی ها دادن طرح به صلاح ملت ما نبود. اینه که چندین هزار نفر از این کشور را بیرون کنن، مخصوصا اونهایی که تجربه دارن. خب طبیعی است، تخصص زمان لازم داره، تخصص کار لازم داره، استاد لازم داره، میدان و ظرفیتی که این استعداد به بار بنشیند لازم دارد. چه دلیل داره که نیروهایی که در کشور کار کردند اینها در تهدید باشند و به بهانه تهدید کشور رها کنند؟ این سرمایه های این مملکت است. وقت عفو عمومی است، خودش یک پلان است. یک جوانی که 20 سال 30 سال از سرمایه این کشور تغذیه کرده، درس خونده، از سرمایه همین ملت
تخصصش گرفته، بورس شده و سادگی این نیرو را از داخل کشور و بهانه ها میبرن برای اینکه از جوانی، ظرفیت، استعداد او استفاده کنن، غافل از این که سرمایه این ملت دارن میبرن. این یک خسارت است، خلاف دوراندیشی است. دین یعنی دوراندیشی. مهمتر از اینها خروج نخبگان است، اندیشمندان است، متخصصین است، پزشکان است، افکار روشن که قدرت تحلیل، قدرت در واقع بررسی و قدرت برخورد با سختی های فکری و در واقع مسائل بزرگ اجتماعی را دارن. اینا نباید از کشور بیرون برن، نباید سرمایه ها را کشور از دست بدهد، امارت اسلامی از دست بدهد. قطعا امارت اسلامی این کشور نیاز به اداره داره، وزارتخانه ها، ریاست ها، ادارات، دانشگاه ها، مراکز تحصیلات عالی. اینا با کدام نیرو اداره می شود؟ حقیقت را اگر نادیده بگیریم ضرر می کنیم. لذا یکی از بحران هایی که این روزها ما شاهدش هستیم بحران خروج و در واقع فرار متخصصین و اندیشمندان است. به همین دلیل مسئولین امارت اسلامی هم متوجه خطر شدن. البته یک قضیه معلوم است، لذا فرمان عفو عمومی دادن و کار خوبی هم هست. من هم اینجا برای انجام رسالت و مسئولیتم عرض میکنم، هر کس در هر پوستی کار کرده، اگر ظلمی به حق افراد شده او بحث دیگری است، غصب صورت گرفته طبیعی است، گذشت زمان حق را نابود نمی کند. اما اینکه یک کسی در یک تشکیلاتی کار کرده، از دولت قبلی حقوقی دریافت کرده و تخصص دارد، مهارت دارد، اینها را باید دلداری داد، اینها را باید تشویق کرد، و الا ادارات کشور طبعا با مشکلات مواجه می شود و مسئولین اداره امارت اسلامی، سخنگوی امارت، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ روز سه‌شنبه با بیان همین موضوعی را که من شرح و بسط دادم از علما خواست برای جلوگیری از خروج مردم از کشور کار کنند. ما به همه مردم به عنوان یک مسئولیت عرض میکنیم، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، اینقدر وحشت نباید کرد. ما مسلمانیم، بر خدا توکل داریم، به باورهامان، عقیده هامان تکیه داریم. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، به ظالمین نباید تکیه بکنیم. هیچ اتفاقی نیفتاده، اگر تهدیدی است که متاسفانه هست، با کمک همدیگر، با وحدت، با همدلی همه تهدیدها را مهار خواهیم کرد. اما باید توجه داشت که حاکمیت آغوششه صادقانه بروی مردم باز بکند. حاکمیت گذشته بارها اینجا گفته شد در اثر فاصله‌ای که با توده ها و اقشار جامعه داشت نتوانست حمایت مردم را در کنار خودش داشته باشه. ما از این تجربه استفاده میکنیم. من بعضی کلیپ ها را وقتی میبینم حسرت میخورم. آمار زیادی از مردم ما در تصادفات، در مرزها، پشت مرزها، سرمایه هاشان از دستشان رفته، اسیرن. نباید
حرکت ها بی حساب باشه، هم به امارت و مسئولین عرض می کنم احترام بزرگان متخصصی نداشته باشین، علما هستن. پیغمبر فرمود اکرمو کریم کل قومین، بزرگ هر مردم را احترام کنین. این سیره پیامبر است. نباید ملت در نگرانی باشد، در فشار باشد. یک قضیه همین قضیه است. مسئله دوم، ما از این مشی و حرکت در واقع با حوصله‌ای که داره صورت میگیره استقبال میکنیم. اینکه در پنشیر هنوز هم جنگ در نگرفته و بحث گفتگو مطرح است، مثل همه جای کشور، این نقطه هم بدون جنگ به یک نتیجه برسن، این را به فال نیک میگیریم. هیئت 7 نفری امارت و هیئت 12 نفری پنشیر گفتگو را شروع کردن و از اظهارات مسئولین ولایت پنشیر هم برداشتمان این است که این ماجرا ختم به خیر می شود. بر اساس وظیفه و مسئولیتی که داریم این ماجرا و این قضیه را از راه گفتگو باید حل کرد. مطالبات حق و حقوق شناخته شده اسلامی و جهانی را باید برای همه در نظر گرفت تا این مشکل انشالله حل شود و تحول که پیش آمده با تدبیر به سمت بیرون شدن از مشکلاتی که پیش آمده، مسائل اقتصادی، بستن مجاری اقتصادی برای توسعه کشور، بحران بیکاری، اینها بحران‌هایی است که ما و مردم ما را داره تهدید میکنه. و نکته دیگری را عرض بکنم، شورای علمای شیعه افغانستان در نشستی که داشتن و در بازگو و نمایش خبری که داشتن مطالبات را مطرح کردن و سیاسیون و در واقع اندیشمندان را در کشور دعوت کردن برای تشکیل یک حکومت همشمول و عدالت محور و به سرعت هم این مطالبه را کردن. قطعنامه با 18 ماده صادر کردن. ما به عنوان یکی از بخش‌های این مجموعه، شورای علمای افغانستان که بیش از 60 نمایندگی در مرکز و ولایات دارن و در سال 1382 به وجود آمد و تایید شد، امروز بیش از 2000 عالم دینی شیعه در این جریان عضویت دارن. همه ما از طرح و از خواسته های شورای علمای مرکز حمایت خودمان را اعلام میکنیم. خب، مطالب دیگری هم هست که دیگه فرصت نیست منم بیش از این شما را معطل نکنم، شاید خودم هم بیش از این تحمل نداشته باشم. اما ایام اسارت اهل بیت آقا امام حسین است و انرژی را که ما از این حرکت میگیریم برای پیشرفت و نشاطمان و آرامشمان، انرژی ویژه است. من خیلی کوتاه این بخش را عرض بکنم. امروز 18 ماه محرم است. بعضی از نقل ها نقل کردن فردا که 19 است، کاروان ابی عبدالله از کوفه به سمت شام حرکت داده می شود. من نکاتی را در این باره عرض خواهم کرد. و 20 محرم، یعنی پس فردا، روز دفن بدن جون این غلام سیاه و این صحابی سفید رو و معطر ابی عبدالله است. خیلی کوتاه عرض میکنم، بعد از 10 روز طایفه بن اسد
با بدن جناب جون برخورد کردن، این بدن را خواستن به خاک بسپارن. جون کیست؟ غلام سیاهی است که امیرالمومنین او را به 150 دینار خرید و به جناب ابوذر که برادر دینی امیرالمومنین بود، زیر آسمان سبز و روی زمین گردآلود راستگوتر از او دیده نشده بود، به او هدیه کرد. بعد از رحلت جناب ابوذر این غلام در خدمت امام مجتبی بود و بعد از شهادت امام مجتبی در سال 50 در منزل و در کنار ابی عبدالله بود. روز عاشورا حدودا 95 سال از عمرش گذشته، آمد از آقا اجازه میدان بگیره. آقا فرمود که دشمن به تو کاری ندارد، در این سفر به امید عافیت امرای ما آمدی، شما راحت باش، جانت به خطر نینداز. تعبیر عجیبی دارد، گفت آقا من همیشه سر سفره شما بودم، حالا که وقت جانبازی است من عقب بمانم. تعابیر جون عجیب است. گفت آقا من حسب معلوم ندارم، صورت سیاهی دارم، مرا محروم نکنید، اجازه بدین با ریختن خونم را در راه شما منم به جایی برسم. اونقدر اصرار کرد ابی عبدالله علیه السلام و او اجازه داد. با اینی که پیرمرد است اما با بچه های ابی عبدالله، با اطفال خیلی معنوس، آمد کنار خیمه، از همه اجازه گرفت. وقت حرکت کردن یک جمله ای را ابی عبدالله در حقش از خدا مطالبه کرد: اللهم بیز وجهه، خدایا صورتش سفید کن، و طیب ریحه، خدایا بوی بدنش را خوش بگردان، و احشره مع محمد و آل محمد. خدایا ای را با پیامبر و آل پیامبر محشور بگردان. مثل پس فردا روز 20 محرم بنی اسد آمدن این بدن را دفن کنن. بنی اسد بدنهای شهدارم روز 12 محرم دفن کرده بودن، اما از کردن عجب عطری در این بدن است. دعای سید الشهدا در حقش مستجاب شد. دو تا صورت را امام حسین، صورت نازنینش بالای این صورت ها گذاشته، یکی علی اکبر، یکی همین غلام. مصیبت های مسیر اسارت بسیار سنگین است. فقط یک بخش را عرض بکنم. از کوفه وقت اهل بیت را حرکت دادن تا به شام رسیدن 15 منزل بود. هر منزل را شخصیت هایی که آگاه هستن مسیر بین کربلا و سوریه را رفتن. من این مسیر را در یکی از سفرها با وسیله نقلیه پیمودم و به این نکته توجه کردم. 15 منزل این مسیر پیموده شد تا از کوفه رسیدن به شام. من همه این منزل ها را نمیتوانم عرض بکنم، فقط همین قدر عرض بکنم وقتی در مسیر حرکت میکردن و سرها فی اثرهم علی ابن الحسین مغلولتون یدیه الی اونقه و عیاله معه، وقتی اسرا را حرکت میدادن زین العابدین پاهای مبارکش بسته بود، دستهای آقا به زنجیر بود، پشت کاروان حرکت میکرد. مغلولتون یدیه الی اونقه، دستهای آقا به گردن آقا بسته بود، و ایاله معه، خانواده آقا امرای آقا بودند. و از تلخیهای تاریخ این است که در کوفه زنان غیر هاشمی را اقوامشان آمدند جدا کردند. زنهایی که به اسارت برده شده همه از آل الله هستند. در یکی از منازل تاریخ نقل میکند زینب کبرا سلام الله علیها در یک شرایط سخت قرار گرفت. کاروان پیاده شد،
هوا گرم بود. رفتن برای خودشان سایه درست کردن، نشستن. زین العابدین به همین شرایطی که عرض کردم قرار دارد. از شتر آقا پیاده شده، زینب ایره روی دامنش سر مبارکش قرار داده، در سایه شتری که ایستاده وسیله پیدا کرده و صورت آقا باد میزنه. فاتت زینب الى ظل جمل هناك، زینب آمد کنار سایه شتری و فی حزنها علی ابن الحسین، در دامن بیبی زین العابدین است. وقد اشرف علی الهلاك، نزدیک از آقا به شهادت برسد، من شدت العطش. در همین اثنا اتفاق دیگری افتاد. دو تا از دخترای سید الشهدا سلام الله علیها با هم دیگه هم کجاوه هستن، یکی سکینه است، یکی فاطمه است. یکی از این دخترها دنبال یک جاییست که استراحت بکند، از فرصت استفاده بکند، رفت زیر بوته گیاهی سایه ای رو پیدا کرد، مقدار خاک را زیر سر مبارکش قرار داد. خوابش بود. کاروان وقت حرکت کرد، هرچه اون دختر هم کجاوه صدا زد اجازه بده خواهرم را پیدا کنم، دشمن اجازه نداد. کاروان حرکت کرد، تابش آفتاب تغییر کرد، در اثر تابش آفتاب از خواب بیدار شد، اما دید کاروان رفته. این صحنه بسیار صحنه سختی است. امام زمان ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا میفرماید صبح هم گریه میکنم، شب هم گریه میکنم، اشکم تمام بشه خون گریه میکنم. وقتی علتش سوال کردن فرمود نه تنها شهادت علی اکبر و قمر بن هاشم و جدم سید الشهدا، اسیری عمه هم زینب. خدایا به این زحمات، به این اخلاص، به این مقاومت و پرچمدار این مقاومت، ناموس خدا، شریک برنامه های ابی عبدالله و شخصیتی که همه برنامه ها را جامعه عمل پوشان و سنگرهای که دشمنان اسلام و دشمنان پیامبر چیده بودن همه را تسخیر کرد، به زینب کبرا سلام الله علیها قسمت میدهم امنیت کشور ما، دولت ما، ملت ما را کامل تأمین بگردان. خدایا نگرانی ها، ناآرامی ها، دلتنگی ها را به امنیت و آرامش و ثبات مبدل بگردان. توطئه دشمنان با خودشون برگردان. ملت ما، دولت ما در محوریت قرآن و اهل بیت به هم دیگه نزدیک و مهربان بفرما. فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان برسان. عزیزانی که با حضورشان و عزت و عظمت اسلام می افزاین قدمهاشان در مسیر عدالت خواهی ملغزان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.